به نام خدا تو این ویدیو در مورد مدیریت و حافظه در اون برنامه یه مباحث تکمیلی ارائه میکنیم در ادامه سری گردشی در سیستم عامل با ما باشید خب اول بگم که یه کمی در مورد کانال حرف بزنیم این کانال از روز اول با این ایده ایجاد شد که بیام یه سری هر چیزایی که فکر میکنم بلدم رو براتون ارائه بدم و باتون حرف بزنم اما الان بعد از یه مدتی که در مورد سیستم عامل حرف زدم و بازخوردهایی که از تعداد ویوهاتون گرفتم به این نتیجه رسیدم که نیاز به کمک دارم تو انتخاب موضوع چون مباحثی که مثلا در سیستم عامل مونده مباحث عمیقی هست و معمولا اونقدر جذاب نیست که آدم بخواد با جون دل گوش بده و اصلا خود من اونقدر به وجد نمیاره که بخوام در موردش حرف بزنم پس بهم کمک کنید که موضوعات رو انتخاب کنم حتما کامنت بذارید یا تو توییتر یا توی حتماً تو اینستاگرام حتی تو توییتر بیشتر هستم اونجا به من پیغام بدید موضوعات احتمالی آیندمونم اینگینه که اینترنت چطور کار میکنه اما الان دیدم که جادی یه سری آموزش خیلی خوب در مورد این گفته در مورد ساختمان داده ها میشه حرف زد کدوماشون به درد میخوره کدوماشون به درد نمیخوره چرا به درد میخورن چرا به درد نمیخورن میتونیم بریم همینطور که گفتیم گردشی در سیستم عامل بریم این گردش رو ادامه بدیم تو زبونهای مختلف کتاب های مختلف اونایی که بالاخره الان داغترن و ما دوستشون داریم میخوایم یعنی حالا به چشممون میان داغ میشن و یا خیلی مشهور و پر استفادن بریم اونجا نگاه کنیم ببینیم چه اصلا چه جوری کار میکنن حال و هواشون چیه چرا خوبن چرا مشهور شدن بیا اینکه بریم در مورد طراحی الگوریتم حرف بزنیم بالاخره فیدبک شما اینکه بهم کمک کنید تو انتخاب موضوع خیلی خیلی راهگشاست برای من تا اینکه بدونم چی ضبط کنم چطور ضبط کنم و اینا رو چه جوری هندل کنم خب وارد مبحث اصلی بشیم اه میخوایم اینجا استک رو با هیپ مقایسه کنیم از لحاظ چینش استک خطیه هیپ غیر خطیه به همین خاطر که خطی خطیه استک سریع چون همه چی پشت سر همه و آماده است از اون ور هیپ چون پخش شده بینش فرگمنت هست کنتره البته یه دلیل دیگه هم داره و اونم در مورد کشه که بعدا در موردش حرف میزنیم هزینه زمان اجرای استک زیادتره چون باید کل حافظه رو پشت سر هم اختصاص بده بچینه مقادیر ست کنه از این کارا بکنه ولی توی استک سه سوته میگیره هزینه زمان کامپایل هم توی استک بیشتره چرا؟ چون بازم باید به اعضای تمام متغیرا دستور درست بشه در زمان کامپایل و مثلا توی یه کیسی که من خودم باش برخورد داشتم اینکه متغیرها رو از استک بردیم توی دیتا سگمنت باعث شد که زمان کامپایل مثلا اگه 60 ثانیه روی فایل گیر میکرد شد مثلا حدود 5 6 ثانیه اینقدر متفاوته چون باید هی دستور بسازه ست کنه مقادی رو و این کارا پیچیدگی به کامپایل زمان کامپایل اضافه میکنه ولی اون چیزایی که تو هیپن نه یه سیستم کال ساده است املو دیگه میره الوکیت میکنه از نظر سایت استک محدوده این محدودیت هم وابسته به سیستم عامله یا اون زبان برنامه نویسی که ما ازش استفاده میکنیم اما ماهیب تقریباً نامحدوده و هیچ محدودیت خاصی نداره از نظر بهینگی استک کاملا بهینه است چون همه چیز پشت سر همه بدون فرگمنتیشن و به خاطر یکی از دلایل سریع بودنش هم همینه اما هیپ تقریبا بهین است یعنی چی یعنی ممکنه وسطش فضای خالی بیفته فضای بلا استفاده بیفته فرگمنت بشه و دیگه نشه اونجوری ازش استفاده کرد محتواهایی که توی هیپ هستند اندازهشون میتونه عوض بشه یعنی چی یعنی مثلا توی سی ما میتونیم ریالوکیت کنیم یا اندازه رو بزرگ و کم کنیم اما چیز محتواهایی که توی متغیرها و چیزهای دیگه که تو استک هستن سایزشون ثابته به همین خاطر هم آرایه ها مثلا اگر به صورت لوکال تعریف بشن سایزشون ثابته در مورد نیاز به مدیریت مدیریت استک رو کامپایلر و سیستم عامل دارن مدیریت میکنن یعنی چی؟ یعنی کامپایلر استک رو ایجاد و حذف میکنه و سیستم عامل هم استک رو تخصیص میده ولی در مورد هیپ یا مسئول این کار شمایید مثل زبونه مثل سی, سی پلاس پلاس شما باید نیو که میکنید دیلیت کنید یا یه وقتی ران تایم زبون برنامه تونه گاربیج کالکتوره جی وی ام دات نت فریم ورک گو ران بالاخره یکی ای از اینا گاربیج کالکتورش داره میاد و مدیریت این کار رو بر میگیره خب استک احتمال زیاد کش میشه چرا چون استک بین تمام توی یک پروسه توی یک ترد استک ثابته پس بر همه جاها داره همین یه استک استفاده میشه و اگه اون رو کش کنه سی و بیارتش تو کشش احتمال زیاد کش میشه ولی هیپ چون پراکنده است بزرگتر احتمال کمتری داره که کش بشه سرعت پاک کردن توی استک خیلی کمه استک یادتونه خطی و پشت همه تنها اضافه و کم کردنه یه مقدار باعث میشه که استک دیالوکیت بشه به اصطلاح اما توی هیپ این مسئله پیچیده تره باید به اصطلاح یه بوکیپینگی وجود داره یه حساب کتابی هست که الان این خونه حافظه خالی شد تخصیص داده نشده و به همین خاطر یه کمی سرعت پاک شدنش کمتره طول عمرش طول عمر استک همانند ترده یعنی با ترد ایجاد میشه و با ترد از بین میره حالا نکته اینه که ما همیشه تو هر پروسه ترد اصلی داریم دیگه و طول استک اصلیمون برابر با طول ترد اصلیمونه ولی طول عمر هیپ مثل است یعنی ممکنه انتا ترد ایجاد بشن و هست بشن استک به وجود بیاد و هست بشه ولی هیپ همیشه هست اندازه کلش هم ثابته یعنی ما یه حد اکثری داریم برای استک که اونو گفتم سیستم عامل تعیین میکنه ولی حد اکثر چیز حد اکثر طول هیپ متغیره و در ادا... طول اجرای برنامه اضافه و کم میشه خب بریم سراغ یه مثالی از این چیزایی که گفتیم آرایه ها معمولا طولشون ثابته و مشخص از قبل چرا؟ چون معمولا اگر در استک تعریف بشن باید سایزشون مشخص باشه و غیر قابل تغییرن این جزء ویژگی هایی بود که جای دیگه هم گفتیم گفتیم که چیزایی که تو استکن اما وکتور اریلیس و اینا طولشون متغیر اندازهشون در زمان اجرا تغییر پیدا میکنه و حتما در هیپ هستن خب حالا اینا رو گفتیم کی از کدوم استفاده کنیم یعنی آیا معیاری وجود داره که ما بخوایم از ترجیح بدیم که متغیرمون تو هیپ باشه یا تو استک باشه فهمیدیم که هیپ مثلا نسبت به استک یه مزایایی داره استک نسبت به هیپ یه مزایایی داره یکی از چیزها اینه که اندازه مهمه وقتی اندازه کمه معمولا ما میریم سراغ استک و وقتی اندازه زیاده ما میریم سراغ هیپ طول عمر مهمه اگه طول عمرش کوتاه باشه ترجیح میدیم تو استک باشه اگه طول عمرش بلند باشه ترجیح میدیم تو هیپ باشه یعنی اگه چیزی باشه که توی زمان طولانی قراره همه بهش دسترسی پیدا کنن خب بهتره در هیپ باشه و نکته بعدی اینه که اشتراک میخوایم اونو بگذاریم یا نه اشتراک دیتا اگه لازم داریم اشتراک دیتا رو حتما باید در هیپ باشیم و الان ببخشید اینو اشتباه نوشتم اینجا و اگه جا به یعنی نوشتم و اگه چیز باشیم نیاز نداشته باشیم به اشتراک توی استک خواهد بود خب حالا بریم یه مبحثی رو مطرح کنیم که به عنوان کار در خانه به اصطلاح باشه خیلی سعی کردم که یه خورده بازم این تعاملم رو با شما بیشتر کنیم میدونیم که طول استک ثابته خب و استک وابسته به ترده استک وابسته به ترده حالا وقتی که ما تعداد زیادی ترد میسازیم چی میشه؟ حافظش از کجا میاد؟ آیا از هیپ گرفته میشه؟ آیا سیستم عامل یه چیز جدیدی بهمون میده؟ اصلا این چجوری داستانش؟ آیا این وابسته است به زبان؟ یا وابسته نیست به زبان؟ آیا وابسته است به سیستم عامل؟ یا وابسته نیست به سیستم عامل؟ لطفا کامنت بذارید و بگید که جواب چه چیه؟ و من هم جواب رو ضبط میکنم و یه ویدیو کوتاه خیلی خودمونی اینو توضیح میدم خب خیلی ممنون که به این ویدیو هم گوش دادید این ویدیو در شرایط عجیبی ضبط شد خب همینجور که میدونید الان تو احتمالا اگه بعدم میبینید الان کرونا کل دنیا رو شیش ماهه که فلج کرده و خیلی شرایط عجیب غریبه منم داداشم اتفاقا همین چند روز پیش مشکوک شده به کرونا امروز صبح هم رفته آزمایش داده و منتظریم تو هلوولاییم و که ببینیم آیا کرونا داره یا نداره و اگه اون کرونا داره چون تنها کسایی که باشون در ارتباط بودیم خانواده پدری خودم با خانم میناز حالا میخوایم ببینیم که آیا ما مریض شدیم یا نه یه جوری هول عجیب غریب خاصی داره نکته بعدیش هم اینه که من چند روزه که به شدت گردن و کتفم درد میکنه و حسابی اذیتم یعنی حسابی الانم با زور قرص اینجا نشستم و دارم ضبط میکنم و اینم لطفیه که توی این ویدیو شامل حال من شده ولی گفتم بالاخره بد نکنم و ویدیو رو ضبط کنم از اینکه ویدیو رو دیدید تشکر میکنم حتما مشترک بشید حتما به دوستاتونم بگید و کامنت بذارید و من از نظراتتون آگاه کنید لاز یه نکته تستی هم به قول این معلم دبیرستانیا بگم مهم اینه که به من فیدبک مؤثر بدید نه فیدبک خوب یعنی چی یعنی اینکه لازم نیست ازم تعریف کنید یه جاهایی هم بگید که فلان رو خوب عمل نکردی ببخشید گن زدی ولی این به من کمک میکنه که بعدا بهتر عمل کنم خیلی ممنون خداحافظ